خب ما تو این فصل میخوایم قدری با مفاهیم بیسیک کرنل تو لینوکس آشنا بشیم. کرنل عملا هسته اصلی سیستم عامل یا نبض تپنده سیستم عامل هستش که کاری که انجام میده اینه که یک لایه واسطیه بین اون محیط اپلیکیشنی که شما باهاش کار میکنید، حالا از طریق حالا شل انوایرمنت حالا بهش وصل میشین یا ابزارهای گرافیکی، با ارتباط شما رو با سخت افزار درایورها و لایه های پایین سیستم این ارتباط رو برقرار میکنه. بخش های مهمی از سیستم شما توسط کرنلتون مریض میشه، از جمله تجهیزات آی اوتون که ورودی و خروجی ها رو عملاً کرنل هست که کنترل میکنه، یا بخشایی مثلا مموری منیجمنت شما و اینکه هر برنامه بتونه به فضای مموری خودش یا فضای حافظه خودش بتونه دسترسی داشته باشه، و بحث مهم اسکیجولینگ پروسس ها یا زمانبندی برنامه ها، اینکه برنامه های مختلف رو به صف بکنه، زمانبندی اونها رو مدیریت بکنه و بتونه به یک نسبت حالا برابری و نسبتی که باید این کار رو انجام بده سی پی یو رو در اختیار برنامه ها قرار بده و برنامه ها بتونن سی پی یو رو به اندازه تایم کلاکی در اختیار داشته باشن که بتونن برنامه های اجرایشون رو پیش ببرن و ارتباط این بخش ها رو برای شما فراهم بکنه. توی لینوکس شما برای اینکه ببینید که چه ترید هایی و چه برنامه هایی در حال کار هستن و اونها رو بتونید تشخیص بدید، شما به راحتی میتونید از طریق کامند PSAUX اون برنامه هایی که عمدتا بین اسکوئر براکت نمایش داده میشن برنامه هایی هستن که توی سطح کرنل در حال کار هستن. مثلا من هم میتونم با کامند PSAUX این رو ببینم. الان این برنامه هایی که همطور که میبینیم مثلا K3D یا KSoftIRQD، تمام این برنامه هایی که بین اسکوئر براکت قرار گرفتن برنامه هایی هستن که توی سطح کرنل دارن کار میکنن و هر کدوم کارهای مرتبط به خودشون رو برای شما انجام میدن. که اینجا الان به عنوان نمونه میتونید ببینید که با کامند PSAUX 20 سطر اول رو گرفته، که همینطور که شما میبینید الان برنامه هایی که بین اسکوئر براکت هستن، حالا از جمله مثلا K-Worker یا K3D یا RCUBH یا RCUOB برنامه هایی هستن که توی سطح کرنل در حال کار هستن. برای اینکه شما بتونید آنالیز بکنید که توی کرنلتون داره چه اتفاقایی میفته، ابزارهای مختلف و روشهای مختلفی وجود داره برای این کار. یکی از راهی رایج استفاده از کامند دی مسیج که به شما عملا لاک هایی که داره از تو سطح کرنل برای شما اتفاق میفته رو نشون میده. این همین توی فایل ورلاگ استش دی مسیج هم نوشته میشه که میتونید به صورت لایف از طریق کامند tail-f اون رو فالو بکنید. اگه اتفاقاتی روی کرنل بیفته لاگش اینجا برای شما ثبت میشه. همینطور میتونید با کامند journalctl-k هم ببینید لاگ هایی که توی سطح کرنل هست. این هم یکی از راه های دیگه یه که وجود داره. با کامند uname-a شما میتونید ببینید که الان لینوکس شما سوار بر کدوم ورژن از کرنل هست، که الان ورژن کرنل من 3.10 هست، حالا با مینتنس ورژن 0.514 که کرنل لینوکس شما اولا توی شاخه استش بوت قرار داره که اینجا میتونید ببینید. همین فایل vmlinux -310 دقیقا همون کرنلیه که موقعی که شما لینوکستون رو بوت میکنین برنامه بوت لودرتون میاد این کرنل رو از اینجا برمیداره و وارد مموری میکنه، که عملا همین uname-a که زدیم دقیقا هم ورژن با همین vmlinux هست که توی شاخه اسلش بوت قرار داره. نکته دیگه ای که باز میتونید شما با کرنلتون ارتباط برقرار بکنید شاخه اسلش پراک هست. این شاخه عملا مستقیما روی کرنل شما مانت شده
که میتونید اطلاعات مختلفی رو داشته باشید، مثلا از جمله اینکه با کت پراگ آپ تایم میتونید ببینید که الان آپ تایم لینوکستون بر حسب ثانیه چه عددی هست، یا اینکه فرضاً برنامه هایی که الان شما توی حافظه دارین میتونید مثلا پروسس آیدیش رو نگاه کنید، مثلا الان دیمن SSHD من پروسس 737 هست و از طریق کامند cat شاخه اسلش پراک به شماره همون پروسس آیدی که الان برنامه توی حافظه است بتونید به اطلاعاتی که حالا میشه از اون پروسس از طریق کرنل دسترسی داشت دسترسی پیدا کنید. مثلا من میتونم الان با شاخه از طریق شاخه استف پراگ و شماره پروسس آیدی که برنامه‌ام داره مثلا 737 برای دیمن SSHD مثلا فایل استاتوس رو که حالا کرنل داره برای من این مدلی شبیه سازی میکنه رو باز بکنم و یه سری اطلاعاتی رو در مورد اون برنامه داشته باشم، از جمله اینکه نیم این برنامه چیه، SSHD استیتش تو چه وضعیتیه، PIDش چیه، Parent Process IDش به چه صورته، با چه UID و GID وارد حافظه شده، میزان مصرفش از مموری به چه صورت هست و اطلاعات دیگه ای که میشه ازش استفاده کرد. همینطور شما میتونید محتوای باینری که این برنامه الان وارد حافظه شده رو از طریق فایل .exe دسترسی داشته باشین. اگه من کامند فایل رو بزنم میبینید که عملا این یک سیمبولیک لینک به شاخه یوزر اسپین SSHD، ولی حالا اگر به هر دلیل فایلتون پاک بشه شما میتونید از طریق این فایل .exe اون فایل باینری که الان توی مموری هست رو کپی بکنید روی دیسکتون، به شرط اینکه هنوز برنامه رو متوقف نکرده باشین میتونید یه کپی از یه دامپی از اون برنامه که الان در حال اجراست رو بتونید از توی حافظه داشته باشید. پارامترهای مختلفی رو میشه از طریق استش پراک ست کرد. حالا تو دوره حرفه‌ای تر لینوکس بیشتر در مورد این شاخه صحبت میکنیم، ولی فعلا در همین حد که بدونیم که از طریق استش پراک میشه ما با کرنلمون ارتباط برقرار کنیم و پارامترهای مختلفی رو باهاش چک بکنیم کافی هست. برمیگردیم به اسلایدامون. معمولا ماژول های کرنل توی لینوکس به صورت دیفالت خودشون اتوماتیک لود میشن اون چیزایی که نیاز هست، ولی یه موقعی نیازی که شما حالا بسته به کاری که دارید انجام میدین یه نیاز به یه کرنل ماژولی داشته باشین که به صورت پیشفرض لود نشده باشه و شما نیاز باشه که خودتون این کار رو انجام بدین. ابزارهایی برای این کار وجود داره، حالا تو اسلاید بعد اونها رو معرفی میکنیم. منطقه نکته ای که هست اینه که شما ماژول هایی که لود میکنین باز هم به صورت موقت لود میشه و اگر لینوکستون رو ریبوت بکنین توی لود بعدی اون ماژول ها لود نمیشن. اگر شما بخواید این مطلب رو هم پرزیستش بکنین، یعنی یک سری ماژول رو مشخص بکنید که بتونید توی لود توی ریبوت بعدیتون هم توی زمانی که لینوکستون داره بوت میشه اون ماژول ها رو لود بکنه، میتونید توی شاخه /etc/modules-load.d یه فایلی درست کنین، اسم اون کرنل ماژول رو داخل اون فایل بنویسین که دفعه بعد لینوکستون رو ریبوت میکنین اون ماژول برای شما لود بشه. حالا ابزارهایی که وجود داره که ما میتونیم به واسطه اونها اطلاعاتی رو در مورد ماژول های کرنل داشته باشیم یا تغییرات ایجاد بکنیم، چهار کامند رایج lsmod هست که ماژول های لود شده توی لینوکس رو به شما نشون میده تو سطح کرنل، مود اینفو هست که به شما اطلاعاتی رو در مورد یک کرنل ماژول نشون میده، مود پروب هست که شما از طریق کامند مود پروب میتونید یه ماژولی رو همراه با حالا دیپندنسی هایی که داره رو لود بکنید وارد حافظه بکنید، مود پروب داش آر هست که بعد از اینکه حالا شما کارتون با اون کرنل ماژول تمام شد میتونید آنلودش بکنید و ازش بخواید که مجددا ریسورس هایی که حالا از سیستم گرفته رو آزاد بکنه و آنلود بشه. خب میریم این کامند ها رو تست بکنیم. خب من به واسطه کامند lsmod میتونم لیست ماژول های کرنلی که الان تو حافظه لود شدن و دارن کار میکنن رو ببینم. ماژول های مختلف حالا لیست اسمشون رو تو سمت چپ صفحه میبینم و دیپندنسیشون رو به حالا مثلا کرنل ماژول های دیگه‌ای که
دارن توسط ماژول های دیگه استفاده میشن رو من توی ستون سوم میتونم ببینم. قسمت سایز هم که سایز اون ماژولی که الان توی حافظه لود شده رو به من نشون میده. اگر بخواید ببینید که چه کرنل ماژول هایی توی لینوکس فعلیتون وجود داره، عمدتا اینها فایل هایی هستن که با فرمت KO هستن که شما میتونید به واسطه کامند locate تمام مثلا فایل های KO که دارین رو براتون لیست بکنید، که خب حالا این پکیجش نصب نیست و من نمیتونم پیداش کنم. به واسطه کامند yum install mlocate من این پکیج رو نصب میکنم. الان این ابزار لوکیت من نصب شد. یه دفعه کامند update dp رو میزنم که لیست فایل سیستم های منو بگیره و لیست فایل هایی که توی فایل سیستم هم هست رو بگیره و ایندکسشون بکنه که بعد من بتونم سر کامند لوکیت اونها رو سرچ بکنم. حالا من لوکیت استار کی اون که میزنم، الان میبینید انواع اقسام کرنل ماژول هایی که الان روی سیستم من موجود هست رو من نشون میده که من میتونم هر موقع به هر کدوم اینها که نیاز داشته باشم اینها رو توی حافظه لودش بکنم. مثلا بر فرض مثال شما اگر بخواید از پکیج IP Routery برای تانلینگ توی نتورک استفاده بکنین، که بخواید از لینوکستون به یه روتری یا به یه لینوکس دیگه ای مثلا یه تونلی بزنین، نیاز هستش که یک کرنل ماژول به اسم IP. حالا اگر قرار بشه که تانلتون روی بستر IP over IPv4 باشه، نیاز کرنل ماژول IP رو لود بکنین، یا اگر قرار بشه که از تانلینگ GRE استفاده بکنین همینطور ماژول مد نظر اون رو لود بکنین. حالا من با کامند IP tunnel show میتونم ببینم که الان آیا تانل فعالی وجود داره که من بتونم ازش استفاده بکنم، که میبینید که وجود نداره. من برای اینکه مثلا لودش بکنم، میبینید که اینجا من میتونم تانل های مختلفی رو تعریف بکنم از جمله IP, GRE, SEET, ISOTAP و VTI. حالا فرضاً برای اینکه من بتونم از تانل IP استفاده بکنم، نیاز هست که کرنل ماژول IP توی حافظه لود شده باشه. من LS مود میزنم، گرپ میکنم ببینم آیا ماژول IP توی کرنل لود شده یا نه، که میبینم لود نشده. من لوکیت میکنم star.ko رو، میبینم اصلا آیا کرنل ماژول IP اصلا روی لینوکس من موجود هست یا نه، که میبینم بله هست. روی شاخه /usr lib modules ورژن کرنل، توی شاخه کرنل net IPv4 IPIP.KO به عنوان یک کرنل آبجکت اینجا وجود داره، که من میتونم به واسطه کامند mod probe بخوام که این کرنل ماژول برای من لود بشه، که میگم IPIP. الان من اگر ls mod بگیرم grep بکنم IPIP، شما میبینید که کرنل ماژول IPIP لود شده، و اگر من IP tunnel show بزنم اینجا به من یه تانل آماده برای فعالسازی تانل IP رو اینجا به من نشون میده. یا اگر بخوام مثلا تانل GRE بزنم، فکر میکنم یه چیزی IP_GRE همچین اسمی داشت، دقیقا همین کرنل آبجکت هست، که من میتونم IP_GRE رو لود بکنم به واسطه کامند mod probe IP_GRE، که بتونم تانل فرضاً GRE رو روی نتورکم بزنم اگر نیاز داشته باشم به عنوان مثال. خب من LS mode میگیرم grep GRE، میبینیم که کرنل ماژول IP_GRE هم لود شده. من الان اگر IP tunnel show بزنم، میبینید که الان تانل GRE 0 هم برای من فعال هست، که من میتونم توی حالا کانفیگوریشن نتورکینگ هم، حالا تو دوره حرفه‌ای‌تر لینوکس اگر وقتی باشه برای اینکه ضبطش بکنیم، اونجا صحبت میکنیم که چطور میتونیم
تانل IP رو برقرار بکنه. ولی خب لازمش این هستش که این کرنل ماژول ها لود بشن و از اونجایی که ما توی این بحث نیاز داشتیم که یه تستی انجام بدیم که چطور میتونیم کرنل ماژول ها رو لود بکنیم، ترجیح دادم که چیزهای مرتبط با حالا مثلا کار خودمون رو تست بکنیم. خب الان این کرنل ماژول ها لود شدن، من میتونم از طریق مود اینفو ببینم که مثلا کرنل ماژول IP چی هست، اطلاعاتش رو بگیرم، ببینم فایل کجاست، ایلیسش چیه، لایسنسش تحت چه عنوانیه، به چه کرنل ماژول هایی دیپندنسی داره، ساینرش کیه و یه سری اطلاعات این شکلی رو میتونم داشته باشم. اگر هم بخوام آنلودش بکنم میتونم از کامند مود پروب داش آر IP استفاده بکنم که این کرنل ماژول رو آنلود بکنم. الان اگر IP تانل شو بزنم میبینید که اون تانل پیشورز برای IP وجود داشت الان آنلود شده. من اگر LS مود هم بگیرم گرپ IP خواهید دید که دیگه کرنل ماژول IP وجود نخواهد داشت. حالا اگر من دوست داشته باشم که از این بعد وقتی لینوکس هم رو بوت میکنم کرنل ماژول های IP و IPGRE لود شده باشم، میتونم توی شاخه ETC modules load d اینجا بیام مثلا یه دونه فایل درست بکنم مثلا به اسم tunnel modules فرضاً، و اینجا بیام بنویسم میخوام kernel module IPIP و IPGRE زمانی که لینوکس بوت میشه اینا هم لود بشن. من اینجا مطمئن میشم که GRE رو درست نوشتم، IP_GRE. بله به این صورت. حالا من اگه سیستم CTR ریبوت بکنم توی بوت بعدیمون میبینیم که این ماژول ها لود میشن. حالا من LS مود میزنم، گرپ میکنم ببینم آیا IP لود شده یا نه، ببینم که لود نشده. ویم ETC modules load D، شاید نیاز باشه که تهش یه فایل conf اضافه بکنم. خب فکر میکنم اشتباهم همین بوده باشه. من فایل رو rename میکنم ETC modules load d تش یه فایل .conf هم اضافه میکنم که این فایل رو توجه کنه. خب سیستم CTR ریبوت مجددا. خب همینطور که میبینین این بار من با پرزیست کردن این که چه ماژول هایی رو دوست دارم که دفعه بعد که لینوکس هم بوت میشه لودش بکنه توی شاخه /etc modules load d و فایل tunnel modules.conf، من اومدم اینجا گفتم که میخوام دو کرنل ماژول IP و IPGRE لود بشن. الان من LS مود گرپ IPGRE هم بگیرم ببینید که این کرنل ماژول هم
لود شده. مطلب آخری هم که توی این اسلاید دوست دارم بهتون بگم این هستش که ممکنه شما توی شرایطی نیاز داشته باشین که کرنلتون رو به یه دلایلی آپگرید بکنید. برای اینکه کرنلتون رو بتونید آپگرید بکنید میتونید از کامند یام آپگرید کرنل استفاده کنید یا کامند یام اینستال کرنل که براتون خودکار کرنل شما رو اگر آپدیتی براش وجود داشته باشه از تو روی ریپوزیتوری دانلود بکنه و آپگریدش بکنه. عملاً این کامند کاری که انجام خواهد داد این که یه فایل وی ام لینوز رو با اون ورژنی که حالا لیتستش هست رو براتون دانلود میکنه، روی شاخه اسلش بوت قرار میده و بعد کانفیگ بوت لودرتون رو آپدیت میکنه که بیاد دفعه بعد که میخواد لینوکستون بوت بشه از ورژن جدید کرنل لینوکستون رو بوت بکنه، که قطعا بعد از اجرا کردن این کامند شما نیاز خواهید داشت که لینوکستون رو ریبوت بکنید تا با ورژن جدید کرنل بالا بیاید. خب اینجا این بحثمون هم به پایان رسید و من همینجا ویدیو رو به پایان میرسونم.